شیاطین در دنیا خیلی از اشیاء رو لمس میکنن و ما روایت های متعددی داریم که شیطان به خیلی از چیزها دست میزنه و اونها رو لمس میکنه. اجازه بدین برای تقریب به ذهن شما یه مثال بزنم. یه سیب رو در نظر بگیرید. این سیب یه شکل ظاهری و فرمی داره که داخلش سرشار از ویتامین هاست و از مولکول های خاصی تشکیل شده که اونو میشه با دستگاه های پیشرفته دید و زیر نظر گرفت. اما همین سیب غیر از این شکل ظاهری و ویتامین ها یک انرژی هم داره. مثلا میگن سیب برکت داره. این چیزها ماوراییه و دیگه نمیشه اونها رو با دستگاه دید. چیزهای ماورایی رو نمیشه با چشم سر مشاهده کرد. اجنه و شیاطین هم وقتی میخوان از یک چیزی استفاده بکنن از شکل ظاهری اون استفاده نمیکنن. برای همینه که شیخ بهایی میگه اجنه و شیاطین مثل ما انسانها خوردن و آشامیدن ندارن، بلکه اونها اشیاء رو بو میکشن و انرژی اشیاء رو به خودشون جذب میکنن. فلزا ما تو روایات داریم که وقتی آب نوشیدین سریع در آب رو ببندین تا اجنه و شیاطین نتونن تو اون تصرف بکنن. یا مثلا تو روایات داریم که ظرف‌های غذا رو نشسته ول نکنید، استخون‌های باقی مونده از غذا رو جمع بکنید و ببرید بیرون از خونه، موکول به یه وقت دیگه نکنید، چون اجنه و شیاطین میان اونها رو بو میکشن، انرژی اونها رو میگیرن و سیر میشن و برکت رو از خونه شما میبرن. علی ابن اسبات میگه که ابو حمزه سومالی یه گروهی رو دعوت کرد به خونه‌ش و یه غذایی تهیه دید. وقتی اومدن و داشتن غذا رو میل میکردن، یه وقت نگاه کردید یه شخصی داره استخون رو کامل پاک و تمیز میکنه. صداش کرد، گفت فلانی، از امام سجاد علیه السلام شنیدم که استخونها رو کامل پاک نکنید، چون جنها هم یک سهمی در این استخونها دارن و اگر شما برای جنها چیزی نذارید، اونها یه چیز با ارزشتر رو از خونه شما میبرن. علاوه بر استخون، باقی مونده ی غذا هم انرژی داره که مورد استفاده اجنه قرار میگیره. برای همینه که ما تو روایاتمون سفارش شده بعد از غذا حتما دست و روتون رو بشورید یا نذارید بچه هاتون بلا فاصله بعد خوردن غذا بدون اینکه دست و صورتشون رو بشورن برن بخوابن. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان باقی مونده ی چربی و غذا رو از سر و صورت بچه هاتون پاک بکنید، چون شیطان میاد این باقی مونده ی غذا رو بو میکشه، انرژی اونها رو میگیره، بچه شما تو خواب فریاد میزنه و دو ملکی که مراقب بچه شماست هم اذیت میشن. شاید مسواک زدن هم شامل همین قضیه بشه که ممکنه اجنه و شیاطین از انرژی باقی مونده بین دندونهای انسان استفاده بکنه. حتی تربت آقا سید الشهدا علیه السلام که هممون شنیدیم شفا بخشه، ترس و نگرانی رو از بین میبره. حتی امام رضا علیه السلام وقتی میخواستن یه محموله و باری رو بفرستن جایی، یه مقدار تربت تو این بار میذاشتن که امن و امان باشه. همین تربت هم انرژی داره که اگر توسط شیطان و اجنه لمس بشه، انرژی اون رو میگیرن و به تعبیر روایات تربت سید الشهدا علیه السلام فاسد میشه. روایت داریم از امام صادق علیه السلام که ابو حمزه سومالی اومد از آقای سوالی پرسید، گفت آقا جان ما تربت سید الشهدا رو برای مریضی استفاده کردیم اما شفا نگیره. آقا امام صادق علیه السلام تو جواب بهش میگن تربت سید الشهدا وقتی تو حائر حسینیه توسط ملائکه محافظت میشه تا به وسیله اجنه و شیاطین اثرش از بین نره. اما اگر کسی تربت رو از حائر حسینی جدا بکنه و شرایط تربت رو رعایت نکنه، اجنه و شیاطین در اون نفوذ میکنن و اثرش رو از بین میبرن. برای همینه که وارد شده وقتی تربت رو از کربلا گرفتین سری 11 مرتبه سوره قدر رو بهش بخونید تا محافظت بشه و شیاطین و اجنه نتونن ازش استفاده بکنن. شما هم اگر تو خونه تسبیح یا تربتی دارید که تو فضای باز بوده، اون دیگه کم کم اثر خودش رو از بین میبره. حتما تربت رو لای یه سجاده یا یه پارچه قرار بدین تا اثرش از بین نره. حرز آقا امام جواد علیه السلام هم شاید به همین دلیله که باید توی قاب نقره قرار بگیره و نمازش خونده بشه. اما ممکنه کسی بپرسه که آقا ما چی کار بکنیم که اصلا اجنه و شیاطین نتونن وارد خونه ما بشن و یه دژ محکمی جلوی اونها رو بگیره، چه برسه به اینکه وارد بشن و بخوان انرژی وسایل ما رو ببرن و برکت رو از بین ببرن. راهکاری که بزرگانی مثل آسید علی آقای قاضی طباطبایی و آیت الله بهجت پیشنهاد میدادن برای دور کردن شیاطین از خونه،
بلند قرآن تلاوت کردن تو فضای خونه است. قرآن کریم هم میفرماد اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یاد خدا و ذکر شیاطین رو دور میکنه، که مصداق بارز و اعظم یاد خدا بودن و ذکر خدا گفتن تلاوت قرآن کریم. دومین چیزی هم که باعث دور کردن اجنه و شیاطین از خونه ما میشه، بلند از آن گفتن تو محیط خونه است. اومدن پیش معصوم علیه السلام شکایت کردن، گفتن آقا جان ما از یه مسیری که عبور میکنیم یه موجودات ماورایی ما رو اذیت میکنن، زن و بچه‌مون رو میترسونن، اعصاب ما رو به هم ریختن، چیکار بکنیم؟ حضرت بهشون دستور دادن برید اونجا تو اون منطقه بلند اذان بگید، چون اذان شیاطین و اجنه رو دور میکنه. حتی ما تو روایات داریم وقتی که اذان گفته میشه شیطان سریع فرار میکنه و با ایجاد سر و صدا سعی میکنه که صدای اذان رو نشنوه. بهترین موقع بلند اذان گفتن تو خونه هم قبل از نمازه، که شما قبل از نماز هم اذان میگید که کلی ثواب داره و هم شیاطین و اجنه رو با این صدای ملکوتی و دینی دور میکنه. و در آخر شما هم اگر میخواید بدونید که چه حیواناتی اجنه رو از خونه دور میکنن، حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. یا علی مدد.